فضای اینجا مرگ را دور و دیر تصویر می کند و زندگی را وسیع و عرصه تاخت و تاس. طلای اولمپیاد فیزیک را می بینم که ظهر از خواب برخاسته و کلاس های صبح را نرفته و با یک لیوان شراب سرخ سنگین سر میز آماده است. من میان این جمع وصله ناجورم. همه از من می ترسند. خودم هم. بیش از 4 ماه است که حالا در آمریکا هستم. از احساس غربت و دلتنگی عبور کردم و به مرزی از احساس رسیدم که تا به حال آن را تجربه نکرده بودم. رخوت حواس اسمش را گذاشتم. بی تفاوتی. دوستان با تجربه تر می گویند که شب اول سخت است و هفته اول و ماه اول و 6 ماه اول. همین. بعد از آن دیگر سیستم احساس آدم را به گذشته کم رنگ می کند. البته گاه گاهی رگه هایی از احساس می آید و می نشیند که لاجرم باید صبوری کنی تا بگذرد. بعد از چند سال دیگر حوصله نمی کنی گذشته خودت را مرور کنی. آنها که فرایند ویزای آمریکا را طراحی کردند، هوش بالا و درک فوق‌العاده‌ای از حالات روحی انسان داشتند. ویزای یک بار ورود یا سینگل انتری می‌دهند. تا اینکه کارت را تمام کنی، اجازه بازگشت نخواهی داشت. که می‌شود 5 یا 6 سال. یعنی یک استحاله روحی و احساسی کامل. تا هر آنچه از گذشته داشته ای برود و پوست و گوشت و خون آمریکایی در رکایت بدود. آنگاه مثل آنها فکر می کنی، حرف می زنی یا احساس می کنی. آنگاه مثل آنها فکر می کنی، حرف می زنی یا احساس می کنی. این روزها داستانهای بسیاری از این فرایند استحاله را دیدم یا شنیدم. از خانمهای چادری سال بالایی دانشکده که حالا اینجا به ورطه بیهجابی و گشت و گذار با مردهای مختلف رسیدند. طوری بیشرمانه که اگر 10 سال پیش به آنها میگفتی کسی چنین کرده، به رویش توف هم نمی انداختند. یا کسانی که سابقا نمازها را دیده بودم در مسجد دانشگاه می‌خواندند، حالا به دستشان مشروب و خانم‌های هرجایی است. فضای اینجا مرگ را دور و دیر تصویر می‌کند و زندگی را وسیع و عرصه تاخت و تاس. باید تا می‌توانی در آن به پیش بروی و پشت سرت را هم نگاه نکنی و جایی این میان استحاله احساس رخ می‌دهد و تو دیگر آن کسی نیستی که تا دیروز بودی. کبوتری که دیگر آشیان نخواهد دید، غذا همی بردش به سوی دانه و دام. پنجشنبه ها ایرانی ها نهار را کنار هم می خورند. اسم مراسم را هم گذاشتن Thursday Lunch. از همه سنخی می آیند، فاخر و فاجر و فاسق، و سهم من این میان نگاه کردن است. آدم ها را از چشم هایشان، از رفتارشان، از کلماتشان می پایم. طلای اولمپیاد فیزیک را می‌بینم که ظهر از خواب برخاسته و کلاس‌های صبح را نرفته و با یک لیوان شراب سرخ سنگین سر میز آماده است. همه می‌خندند. می‌گوید این معده سنگ است، عادتش دادم. باز هم همه می‌خندند. ادبیاتش رکیک و سخیف است، آن هم در جمعی که خانم‌ها نشستند و در کمال ناباوری همراهی هم می‌کنند. عجیب این است که احساس می کنم آنها که قبلاً یک اعتقاد سستی به اسلام دست کم داشتند، نسبت به کسانی که در گذشته هم خدا نشناس بودند بیشتر می خندند و حمایت هم می کنند. دلیلش ضعف است شاید.
کسی که روسری را تازه از سرش انداخته برای اینکه ثابت کند با دیگران است مجبور است بیشتر در انظار مرزها را بشکند، طوری که به چشم دیگران بیاید. مثل آنها که در دهه 60 و 70 از انقلاب و اسلام بریدند، باید طوری به اسلام و انقلاب حمله می کردند که کفار و فجار هم شدت جسارتشان را تحسین کنند و آنها را در زمره خود بشمارند. من میان این جمع وصله ناجورم. همه از من میترسند، خودم هم. همین رفقایی که دیروز در فضای دیگری از ورود من به جمعشان احساس خوشحالی میکردند، امروز نامحرم میدانند مرا. انگار که نماینده قسمتی از وجودشان باشم که میخواهند فراموش کنند. در تعطیلات بین دو ترم کتاب مرگ ایوان ایلیچ از تولستوی را می‌خواندم. ترجمه فارسیش در دسترس نبود و لاجرم به نسخه انگلیسی پناه بردم. متن انگلیسی سخت و سراسر تکلف بود. به زحمت افتادم. تصاویری که تولستوی ساخته بود مثل همیشه محسوس و ملموس بود. احساس می کردم که من هم مثل ایوان ایلیچ به تخت گرفتار شده بودم و آشنایان مثل رویایی از روی سرم می گذرند و یادها و یادگاران. نفس بلندی کشید، در نیمه آن ایستاد، پاهایش را دراز کرد و مرد. مرگ ایوان ایلیچ، تولستوی. Mama once told me that I hadn't cried when I was born. I simply opened my eyes, looked at her smiling face, and smiled back. My light was gone. I don't know. Abraham, you promised me. Promise me you won't go and do anything foolish. در انتهای حرفش برای اینکه همه را به وجد بیاورد یک فشنگ در یکی از شش لوله اسلحه می‌گذارد و روولور را با ضرب می‌چرخاند. سر اسلحه را در دهانش می‌گذارد و جایی این میان به تصادف ماشه را می‌کشد.